بخش دوم صحبت خودمون رو در گفتار عمومی 148 در مورد آنارشیسم دنبال میکنیم. دقت داشته باشیم که در بحثی که ما در اینجا داریم به همه جنبه های آنارشیسم نمیتونیم بپردازیم، به دلیل اینکه این بحث بسیار بسیار طولانی هست. آنارشیسم به دلیل تنوعی که داره، تاریخی که داره و مباحث بسیار بسیار متفاوتی که در اون هست میتونه موضوع چندین و چند جلسه باشه. بنابراین من سعی میکنم که به صورت کوتاهی خط سیرهای متفاوتی رو که میشه برای درک آنارشیسم کار گرفت که از اون درک سطحی نسبت به این مسئله خارج شد که آنارشی یعنی خرابی و بی‌نظمی و نبود هر گونه دولت و غیره خارج بشه. خب ببینید، ابتدا میتونیم ما از یک نگاه تاریخی به قضیه حرکت بکنیم. نگاه تاریخی آنارشیسم بیشتر از قرن 19 هست که مطرح میشه و از یک نوع فردگرایی که حاضر نیست به سادگی جمعی شدنی که جامعه سنتی میخواد تحمیل بکنه به جامعه رو بپذیره. و بنابراین ما در بین آنارشیسم و فردگرایی یک نوع نزدیکی میبینیم. وقتی به زندگی دیوژن نگاه میکنیم، دیوژن سینوپ و اصولاً کلبی گرایان که اونها رو به سگ نسبت میدادن به دلیل اینکه در یونان و باستان به دلیل اینکه میگفتن مثل سگ زندگی میکنن، یکی از معروفترینشون دیوژن هست که بین 413 تا 323 پیش از میلاد زندگی میکرد. میبینیم که دیوژن در خیابون میخوابید، در یک حفره‌ای و با سگ‌ها دمخور بود، هر چیزی به دستش میرسید میخورد. همه هنجارهایی رو که جامعه یونانی در قرن پنجم و چهارم پیش از میلاد داشتن برای اینکه یک فیلسوف رو مشخص کنن، یک متفکر رو مشخص کنن، به مسخره می گرفت. حتی سقراط رو مسخره می گرفت و تمام کسانی رو که مدعی بودند که متفکر و فیلسوف باید در موقعیتی باشه که الگویی باشه برای دیگران رو به زیر سوال می برد و معتقد به این بود که پیش از هر چیزی فلسفه و زندگی یک فیلسوف به خود او تعلق داره و باید بتونه این زندگی رو به تنهایی انجام بده. ما اینجا البته نمیخوایم وارد فلسفه دیوژن بشیم، چون باید وارد فلسفه خود یونان بشیم، ولی اگر بیایم جلو و برسیم به زندگی اشترنر، ماکس اشترنر که از 1806 تا 1856 زندگی میکرد، میبینیم که او جزو همون گروهی بود که بهشون میگفتن هگلی های جوان، که مارکس هم جزو اونها بود و خیلی های دیگه. ولی در این حال او جزء کسانی بود که میاد و بسیار شهرت خودش رو مدیون کتابی هست که می‌نویسه به عنوان فرد و مالکیت او، یا حالا در فارسی این رو ترجمه کردن به خود و آنچه از اوست، که در این کتاب فلسفه خودش رو
توضیح میده. خب طبیعتا این فلسفه مخالف سرمایداری هست، ولی نه با اون نگاهی که مارکس مطرح میکنه، یعنی یک نگاه طبقاتی، بلکه از یک نگاه فردگرایانه، یعنی ارزش رو به فرد میده. و این رسالت قائل شدن برای فرد رو که ما در کار اشتاینر میبینیم، این به طور کلی موضوعی هستش که باقی میمونه در آنارشیسم. این یک کتاب خیلی کوچیک چند صفحه‌ای است، ولی تأثیر زیادی داره و تبدیل میشه به یک استناد مهمی برای اون جریانی که تحت عنوان آنارشیسم فردگرا بهش اشاره میشه. یعنی اینکه لزوما یک آنارشیست نباید به یک گروه تعلق داشته باشه. این نکته هستش که در نقل قولی از مانتستا هم اومده که هر آنارشیستی یک اندیویدوالیست است، یک فردگرا است، ولی هر فردگرایی یک آنارشیست نیست. فردگرایی که مانتستا میگه یا اشتاینر میگه، اینها منجر به آنارشیسم فردگرایانه میشند که خودش بسیار نزدیک به کمونیسم آنارشیستی، یعنی کمونیسمی که معتقد هستش به همون پایه های اساسی کمونیسم، جدایی کلیسا از دولت، اینکه رفاه عمومی وجود داشته باشه، افراد با هم برابر باشن، و به خصوص بحث اوتوژستیون یا خودگردانی، که یعنی کسانی که دارن کار میکنند نیازی به یک اربابی ندارند که در بالای سرشون باشه تا بتونن این کار رو انجام بدن، و میتونن در قالب یک گروه این کار رو بکنن. خب تجربه ای در این مورد در قرن بیستم وجود داره، نمیتونیم بگیم تجربه وجود نداره، ولی تجربه ها هم تجربه های مثبت هست و هم تجربه های منفی. ما از شوراهایی که در ایتالیا تشکیل شدن داریم، در فاصله دو جنگ جهانی، شوراهای کارگری، شوراهای کارگری و کارخونه ها رو، آنارکو سندیکالیست ها رو داریم در اسپانیا، در درست پیش از جنگ داخلی در 1936، و خود شوروی به نوعی تجربه شوراهای به اصطلاح تصمیم گیرنده رو مطرح میکنه، و به طور کلی حرکت یونیونیست، یعنی حرکت اتحادیه‌های کارگری، به این تفکر نزدیک بود، و از اینجا ما به یک نوع آنارشیسم دیگه میرسیم. حالا بعد در موردش صحبت میکنیم که آنارشیسم بسیار صلح‌جویانه و انعطاف‌پذیر پرودون هست، ولی در مسئله کمونیسم آنارشیستی برخلاف کمونیسم مارکسیستی، که بعداً البته بیشتر در کمونیسم لنینیستی است که به تحقق میرسه، ولی از همون زمانی که مارکس و انگلس با باکونین در بین‌الملل اول درگیر بودن، این دعوا بینشون بود که اونها به اصطلاح باکنین رو متهم میکردن به اینکه یک انقلابی هستش که هرج و مرج طلب هست، و این هرج و مرج طلب بودن آنارشیست ها ریشش از دیدگاه کمونیست ها، از دیدگاه لنینیست ها برمیگرده به خود مارکس و انگلس، که چنین بحثی رو در مورد باکنین میکردن، در حالی که باکنین هم به اونها، به خصوص بعد از اینکه کتاب مانیفست حزب کمونیست رو منتشر کردن،
این اتهام رو میزد که به دنبال تشکیل یک دولت بروکراتیک بزرگی هستند که همه چیز رو تخریب خواهد کرد و تبدیل به یک هیولای دیستوپیایی خواهد شد که بسیار بسیار خطرناکه و بسیار بدتره از اون چیزی که ادعاش رو میکنن که میخوان با اون مبارزه کنن، یعنی سرمایه‌داری که در اروپا به وجود آمده بود. در تقدیر این مسئله فردگرایی به این معنا هستش و ما میتونیم طور تعریف کنیم که فردگرایی رو رابطهش رو با جمعگرایی یا کلکتیویسم چطور کمونیسم آنارشیستی از کمونیسم مثلا لنینیستی یا حتی مارکسیستی جدا میشه. به اینکه کمونیسم مارکسیستی یا لنینیستی تخریب فرد رو یا نفی فرد رو در درجه اول دغدغه‌های خودش قرار میده. ممکنه که این رو به صورت خیلی روشن و دقیق نگه، ولی وقتی مارکس به صورت خیلی مشخص بحث طبقه رو مطرح میکنه، بحث طبقه حاکم و طبقه زیر سلطه رو مطرح میکنه و تمام تاریخ رو در این میدونه و بعد بحث دیالکتیک تاریخی خودش رو مطرح میکنه و بعد لنین بحث حزب رو مطرح میکنه، بحث آوانگارد به اصطلاح جنبش کارگری رو مطرح میکنه و بعد در تمام جنبش هایی که ما میبینیم که به تبعیت از لنینیسم به وجود میاد و اون رو میگیرن مدل خودشون، چه در چین، چه در کوبا، چه در آسیای جنوب شرقی و در جای دیگه، میبینیم که این ضدیت با فرد همه جا دیده میشه. فردگرایی یک امر منفی هستش که باید از بین بره. اصولا فرضی رو اینها دارند که هر کسی فردگراز این نمیتونه جمعگرا باشه، یعنی فرد لزوما باید به منافع خودش فکر کنه. اونها این بحث رو مطرح میکنن، در حالی که آنارشیست‌ها اصولا قضیه رو به این شکل نمیبینن و معتقد به این هستند که میشه فرد و جمع رو با هم جمع کرد، در کنار هم قرار داد. فرد لزوما با جمع در تضاد قرار نداره. من اینجا میخوام بگم که اینجا ما یه مقدار حتی میرسیم به بحثی که روسو مطرح میکنه، لزوما انسان تقابل و تضادی با طبیعت نداره، تضادی که ذاتی باشه. این تضاد رو باید خودش تقویت میکنه و به اوج خودش میرسونه تا امروز. و اگر برگردم به همون بحثی که ما داشتیم در مورد این که همه جا وقتی که خرابی هست، بی‌نظمی هست، فروپاشی هست، اشکالی هستش که ما با نبود قاعده و ضابطه و قانون رو برون میشیم، بحث آنارشیسم مطرح میشه، تاریخ این رو تایید نمیکنه. نگاه کنیم به تاریخ، ببینیم جنگ ها رو چه کسانی به وجود میارن، جنگ ها رو دولت ها به وجود میارن، تخریب رو چه کسانی به وجود میارن، فروپاشی های اجتماعی رو چه کسانی به وجود میارن، یا سرمایه‌دارها یا دولت ها، که اینا اتفاقا بسیار طرفدار نظم هم، منطقه نظمی که خودشون میخوان و چون این نظم رو نمیتونن به نتیجه برسونن، اونقدر در دیکتاتوری پیش میرن، اونقدر در تخریب جامعه پیش میرن که کار به فروپاشی منجر میشه. ما لنینیسمی که روسیه رو تخریب کرد، اون همه کشتار کرد و در نهایت تا برسه به اون چیزی که امروز وجود داره که من مستقیما معتقدم که از اون میاد بیرون، اون چیزی که امروز وجود داره که یک بی‌ضابطگی هستش که تازه ضابطه مافیایی پیدا کرده. روسیه در سالهای درست بعد از سقوطش بین 1990 تا 2000 واقعا در یک شرایط فروپاشی مطلق و بدون ضابطه بودن، بی قانون بودن، مافیاهای متعدد و غیره بود و پوتین به این دلیل تونست روش بکنه که تونست این مافیاها رو با هم جمع بکنه و چند مافیای بزرگ ایجاد کنه که خودش در رأس بزرگترین اینها قرار بگیره. و خب تاریخ چنین چیزی رو تایید نمی‌کنه که ما زمانی که با نبود دولت روبرو هستیم یا با تخریب دولت در قالب انقلاب‌های خونین یا در قالب شورش های بزرگ یا در قالب جنگ های بزرگ روبرو هستیم، آنارشیسم در اونجا هستش که
وجود داره. اگر تاریخ آنارشیسم رو در آمریکا هم ما نگاه کنیم، میبینیم که تاریخ آنارشیسم بیشتر یک همبستگی بین کارگران رو نشون میده، یک همبستگی بین مردم رو نشون میده، افراد رو نشون میده که قاطعانه از فردیت خودشون دفاع میکنن ولی در خدمت مردم هم خودشون رو میدونن. همین رو ما در فداکاری هایی میبینیم که در جنگ داخلی اسپانیا اتفاق میفته. افرادی که به همدیگه احترام میذارن، به شخصیت همدیگه احترام میذارن، به زندگی هم احترام میذارن، به سبک زندگی هم احترام میذارن، ولی آرمان خودشون رو صرفا در اون نمیدونن که برن به طرف یک فردگرایی، روی مدل فردگرایی سرمایه‌داری و به خصوص نولیبرالی که ما میبینیم بعد از جنگ جهانی دوم حاکم میشه، بلکه فردگرایی که معتقدن به اون نیکی ذاتی فرد، مثل همون چیزی که روسو میگفت، همون چیزی که در فلسفه یونان هم ما داریم، و این نیکی ذاتی فرد رو در تضاد با خیر جمعی نمیدونن. و وقتی که ما این رو در نظر بگیریم، میبینیم که یکی کردن آنومی با آنارشیسم یک بیشتر تبلیغ علیه آنارشیسم است، و این تبلیغ علیه آنارشیسم رو ما در دوره‌های خاص میبینیم که بسیار بسیار قدرتمنده، به دلیل اینکه آنارشیسم رو به رشد هست، یعنی این ضدیت با دولت و زیر سوال بردن دولت، اصولا مشروعیت دولتی به هر شکلی که باشه زیر به اصطلاح در حال رشد است، مثلا در اسپانیای بین دو جنگ، مثلا در خود اروپا، مثلا در آلمان باز در بین دو جنگ، در خود روسیه حتی قبل از انقلاب 1917 آنارشیست ها رشد زیادی داشتن. در آمریکا قبل از اینکه دولت به نوعی سندیکاها رو در دست خودش بگیره و ببرشون اونها رو به طرف تبدیل شدن به سندیکاهای زرد، و همینطور در انگلستان قبل از اینکه دولت باز سندیکاها رو بگیره در دست خودش، آنارشیست‌ها بودن که در حال رشد بودن. و خب خیلی ساده بود که مدل‌هایی از آنارشیسم رو که افرادی بودن که آنارشیست بودن واقعا، و خب اینها معتقد به شیوه های بسیار خونین بودن، شیوه های بسیار رادیکال بودن، آنارشیست های رادیکالیزه بودن. خود باکونین یک نمونه از اینها هستش. و خب این رو اگر مدل بگیرن، که البته باکونین معتقد به خشونت فردی نبود بلکه معتقد به خشونت انقلابی بود، برای اون مدل به اصطلاح قایی، مدل به اصطلاح الگو و چیزی که باید ازش تبعیت کرد، انقلاب های 1848 اروپا بود و بعد کمون پاریس بود و خودش هم مشارکت میکرد در اینها به عنوان یک انقلابی. ولی ما آنارشیست هایی داشتیم که اینها به خصوص بمبگذاری میکردن و غیره، و ما این مدل رو بعداً میتونم بگم در جنبش های چریکی شهری به خصوص در اروپا، که همزمان با همون جنبش هایی که در آمریکای لاتین و غیره حتی در ایران هم به وجود اومده بود، در اروپا مثلا اکسیون دیرکت در فرانسه وجود داشت، بریگاد سرخ در ایتالیا وجود داشت، فراکسیون ارتش سرخ در آلمان وجود داشت و در ژاپن وجود داشت. خب اینها کارهایی که میکردن از نوع کارهای آنارشیسم فردگرایانه بود که بسیار رادیکالیزه بود، بسیار معتقد بود به این حرکات خشونت آمیزی که مستقیم حمله کنه به مثلا منافع سرمایه‌داری، اون رو زیر سوال ببره و تا جایی که میتونه به اون ضربه بزنه. بمبگذاری میکردن، حمله به بانک ها میکردن، ترور حتی میکردن و غیره. ولی خب اینها گفتم در یک گستره بسیار بزرگ قرار میگیره، یعنی واقعا من فکر نمی کنم هیچ جریانی به اندازه جریان آنارشیستی چنین گستره‌ای داشته باشه که بشه درش مدل‌های این چنین متفاوت پیدا کرد. که خب این یک نقص هم در این حال هست. چرا؟ به دلیل اینکه خب
چون فردگرایی در اون به نوعی از ابتدا از اشتاینر و دیگران به رسمیت پذیرفته میشد، از دیوژن حتی میتونم بگم به رسمیت پذیرفته میشد که فرد هست که تصمیم میگیره در نهایت باید چیکار بکنه، خب به همین دلیل میتونست این تفسیر تا بی نهایت ادامه پیدا کنه. ولی اون چیزی که میتونم بگم که به صورت گسترده ای ما در آنارشیسم میبینیم، اتفاقا به نوعی تعبیر میشه کرد به دولت یا سازماندهی، بهتر بگیم سازماندهی، سازماندهی اجتماعی بدون قدرت و بدون زور. این سنتز عمومی هست که میشه بهش آنارشیسم گفت و بهتر البته این واژه بسیار بسیار در ذهن ها جا افتاده به عنوان یک واژه خرابکارانه، در حالی که میشه بین گفت همون آزادی خواهی، آزاداندیشی، من فکر می‌کنم آزاداندیشی واژه بسیار بهتری برای آنارشیسم باشه، ولی خب این جا نیفتاده اونطوری که باید و ما یک آزاداندیشی یا بعضی وقتها ترجمه شده به اختیار گرایی یا لیبرتریان ها که راست افراطی هستند در آمریکا و اینها معتقد به هیچ نوع دولتی نیستن و معتقد به نبود ضوابط و قوانین هستن و خب بعضی از اینها به عنوان آنارشیست های راست نام میبرن، واقعا در 180 درجه تفاوت با آنارشیست ها هستن. تنها نقطه مشترکی که وجود داره این ضدیت با دولت در مفهوم زورگویی، استبداد، دیکتاتوری و غیره است که میتونیم ما مثلا لیبرتریان های آمریکا رو مثلا با لیبرته های فرانسه اصلا مقایسه کنیم، هم دو دقیقا در مقابل همدیگه قرار دارن، ولی هر دو از واژه لیبرته یا لیبرتی استفاده میکنن، یعنی آزادی که در اینجا البته منظور همون آزادی فرد نسبت به جمع هست، فرد نسبت به دولت هست. منتها برای آنارشیست ها مسئله بیشتر فرد نسبت به دولت هست، یعنی سازمانی که خودش رو نماینده مردمی میدونه که لزوماً چنین نمایندگی بهش ندادن، در حالی که در اونها مسئله آزادی فرد هست در برابر دولتی که به نوعی میخواد نمایندگی بکنه گروه بزرگی از مردم رو و رفاه عمومی رو ایجاد کنه، در حالی که خود اینها که میگن فردگرا عموما وابسته هستن به گروه های فشار فرادستانی که ثروتمندانی که نمیخوان مالیات بدن. مهمترین جنبه‌ای که در کار آنارشیست های راست به اصطلاح در آمریکا وجود داره اینه که نمیخوان مالیات بدن، نمیخوان دولت دخالت در کار بخش خصوصی بکنه، نمیخوان وارد مسائل عمومی بشه، میگن اصلا دولت کاری هیچ چیزی نباید داشته باشه. ولی همین ها مثلا در خود آمریکا سیاست خارجی آمریکا رو بسیار تایید میکنن، اینکه حمله کنه به کشورهای دیگه، اونها رو غارت کنه، اونها رو زیر فشار بگذاره و غیره، و کاملا یک جریان اقلیتی هستن. همین الان واقعا اقلیت هستن، یک گروه کوچیکی هستن که قرارش میدن در چناه تند و رادیکال ترامپ، ولی که رشد زیادی هم نداره، اینا حد اکثر الان در آمریکا که ترامپ تونسته در حزب جمهوری خواه یک نوع کیش شخصیتی ایجاد کنه، میتونیم بگیم که حدود 25% جامعه آمریکا رو تشکیل میدن و یکی از دلایلش هم اینه که حزب جمهوری خواه اینا تقریبا در 6-7 سال گذشته از درون تخریب کردن. و ولی منظور من این است که یکی گرفتن اون آنارشیسم راست یا اون لیبرتاریان ها که واژه آنارشیسم اصلا واقعا بهشون نمیخوره با جریان عمومی آنارشیسم که یک جریان بسیار بسیار گسترده‌ای هست، از پرودون توش هست و از کسانی که بهشون گفته میشه تعاونی‌گرا توش هست تا بوردیو تا چامسکی تا دیگران، به نظر من کار درست نیست، این دوتا کاملا از هم متفاوته. بنابراین ما همینجا بحث رو درباره اونها متوقف میکنیم. من یه مقداری از بحث در مورد این جریان رو در مبحث فاشیسم در آمریکا که در گفتارهای عمومی قبلی بود انجام
دادم و دیگه از این به بعد بحثم صرفا در مورد سنت آنارشیسم به جز اون گروه اختیارگرا یا آنارشیست های راست آمریکا هست.